ساندویج انگلیسی، ساندویجو به خاطر تنبلیش اختراع کرد و امروز ساندویجی که از بهترین غذا برای پیکنیک و جشن تولد پارتیه. میگن یه آقایی بوده به نام لورد ساندویج، انگلیسی هم بوده، که اصلا حوصله نداشته از میز قمارش بلند شه و بره غذا بخوره و اکثر اوقاتو پای قمار بازی میگذرونده. به خاطر همین یه راه حلی پیدا کرده که بتونه گشنگی خودشو برطرف کنه و همچنین به بازیش هم برسه. اون تقریبا تمام غذای جامد و لایه دوغت نون قرار میده و بدون اینکه از سر میز قمار بلند بشه غذاش هم میخورده، که به تدریج ساندویج شهرت جهانی پیدا میکنه. ممنونم آقای ساندویج. منم امروز میخوام بهتون دو تا از ساندویجی خیلی خوشمزه رو نشون بدم و امیدوارم که لذت ببرید. این ساندویج سوسیسی که میخوام نشون بدم در نوع خودش واقعا خوشمزه و جالبه. موادش: یه سیب زمینی پخته شده و خرد شده، پیاز یه دونه خردش میکنیم و همچنین کاهو به مقدار مورد نیاز که اونم خرد میکنیم و سوسیسایی که سرخش کردیم و سس مایونز که هر چقدر خودتون میخواین استفاده کنین. تمام مواد با هم قاطی میکنیم، میذاریم کنار. دو تا نون توست برمیداریم، شما میتونه هر نوعی نونی که دوست دارین استفاده بکنین. روی یه لایه از این نون سس خردل میریزیم، بعد از اون بهش سوسیسای سرخ شده رو اضافه میکنیم و بعد از اون یه لایه از اون سالادی که درست کرده با سیب زمینی پخته شده و کاهو و پیاز میذاریم و در نهایت ساندویج سوسیس ما آماده شد. این ساندویج واقعا خوشمزه است و گفتم شما میتونید از هر نوع نونی که دوست دارید استفاده کنید، حتی میتونید از نون باگت هم استفاده کنید و لذتش رو ببرید. نوش جونتون. ساندویج بعدی کلاب ساندویجی که از ساندویجای سه طبقه هستش. مواد لازممون: سینه بوقلمون پخته شده که اسلایسش کردیم، سس مایونز نیاز داریم، بعد از اون ما به کاهو نیازیم، کاهوی تازه، و گوجه فرنگی که حلقه حلقش کردیم، و در نهایت به بیکن هم نیاز داریم، میتونیم بیکن روش بذاریم. طرز تهیش به این صورتی که روی نون توست کره میمالیم، بعد از اون سس مایونز میزنیم، بعدش یه برگ کاهو روش میذاریم، بعد از اون یه اسلایس بوقلمون میذاریم و دو سه تا حلقه گوجه فرنگی هم بهش اضافه میکنیم و دوباره نون توست رو میذاریم روش. همینو دوباره تکرار میکنیم برای طبقات دیگه که تا سه طبقه برسه ساندویجمون به همین سادگی، و مطمئنم که لذت میبریم. خب دوستان، امیدوارم که لذت برده باشین و تو این هوای خوب پیکنیکتون نره. دوستان فراموش نکنید که سابسکرایب کنید، لایک کنید و کامنت بذارید. روز خوبی داشته باشید.